انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد شما به خداوند متعال محتاجید شما ضعف دارید شما ناتوانی دارید تصور اینو نکنید که در حقیقت شما خودتون همه کاره هستید بلکه نه شما خالقی دارید که به او محتاجید و این خالق هو الغنی الحمید والله هو الغنی الحمید این خداوندی که بینیازه و ستوده شده است تنها ذاتی که بینیاز است و هیچ که احتیاجی نداره ازان بیننده الله متعال اللهی که خالق ماست، اللهی که رازق ماست، اللهی که مالک ماست، اللهی که تمام هستی رو مسخر ما کرده، اللهی که تمامی مخلوقات آفریده، اللهی که همه چیز رو اداره می کند و تدبیر امور به دست اونه، برای این ازان بیننده ما حتی در اسکاری که در واقع میخونیم در اسکار صبحگاهی در اسکار شامگاهی که ایزان در این روزها این کار رو فراموش نکنه که یکی از قلعه های محکم و دژهای مستحکمی که ما رو در برابر بیما بیماری ها بلا ها مصیبت ها در واقع و گزند شیاطین انس و جن حفظ میکنه همین اذکار می و در کل ذکر و یاد الهی چرا که خداوند متعال هم در کتاب خودش به ما میفرماید که فذکرونی اذکر کن شما یاد من را بکنید من یاد شما را می کنم یعنی اگر شما گردن تسلیم فرود آوردید در برابر دین الهی و تسلیم خداوند متعال شدید و یقین یقین آوردید به این که اون برنامه ای که خداوند برای ما تعیین کرده و خالق ما خوشبختی ما در اونه و خالق ما مستحق عبادته مستحق اینه که ما اونو عبادت بکنیم کسی که همه چیز همه نعمت ها از سوی اون ازاره بیننده همه الطاف و نعمت هایی که ما میبینیم و این در واقع این همه نعمت که در دنیا از اون استفاده میکنیم همش خداوند متعال ما در اختیار ما قرار داده و ما بکن من نعمت فمن الله هر آنچه از نعمت ها که شما دارید از جانب خداست و این تعود دو نعمت الله لا تحسوها اگه شما بخواید نعمت های من خدا را بشمارید قابل شمارش نیستن اصلا اینقدر نعمت از آن بیننده ما رو در بر گرفته و اینقدر از الطاف خداوندی رو ما رو در بر گرفته اما انسان چون خوی رفته با اینها چه بسا از یاد میبره چه بسا دوچار چنان ما دوچار روزمرگی بشیم و در حقیقت یک ریتم حالا بگیم یک نواخت پیدا بکنه زندگی ما حتی دیدگاه های ما که نعمت های خداوند رو نبینیم اصلا